با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز دوشنبه است، 18 ماه سپتامبر سال 2006 میلادی. در روزهای دوشنبه همونطور که مطلع هستید، از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر در باب مقالطات صحبت میکنیم. مغلطه، حکمت دروغین، یعنی عبارتی که گرچه به ظاهر صحیح و درست باشد اما به یک معنی حقیقی راهبر نباشد. که البته وقتی این امر اختراع شده است، یعنی منطق توسط ارسطو، صرفا منطق بود، یعنی منطق خوش بود بدون در نظر گرفتن تجربت و مشاهده. بعد تجربه و مشاهده هم اضافه شد. بنابراین عبارتی که ما را به حقیقتی راهبری میکند، نه تنها به لحاظ منطق قضیه بایستی صحیح باشد، بایستی با تجربه مشاهده هم ثابت بشود، یا حداقل نشود اون رو نفی کرد. بله، عرض شود که همونطور که حتما شنیده اید، آقای پوپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان، که تعداد این کاتولیک ها 1,100,000,000 نفر است در جهان، مطالبی در باب اسلام گفته است. البته برای هموطنانی که آشنا به این امور نیستن، عرض می کنم که این مسیحیت هم مثل اسلام شعب مختلف پیدا کرده، که حالا مشهورترینش همین کاتولیک ها هستند و پروتستان ها. تاریخ درازی دارد این داستان که از کجا شروع شده است، اینها پیدایش لوتر و کلوین و داستان پروتست کردن علیه، عرض می کنم، واسطگی آخوند و سایر قضاوه و مطالب مربوط به تفسیر بایبل و اینها. این داستان درازی است. باری این آقا رهبر کاتولیک هاست. کاتولیک ها در دنیای مسیحی کشورهای عقب افتاده مسیحی هستند، مثل کشورهای آمریکای جنوبی به عنوان مثال. اینا بیشتر کاتولیک هستند. کشورهای پیشرفته غربی پروتستان هستند. یک بحث عرض میکنم مشبعی هم آقای ماکس وبر، این جامعه شناس بزرگ آلمانی، در این باب میان انداخت و قضایای پیشرفت رو مبتنی دانست بر جهانبینی مذهبی و نتیجه گرفت که علت پیشرفت کشورهای کاتولیک، ببخشید پروتستان، همانا نوع نگرشی است که به جهان دارند و علت عقب افتادگی کاتولیک ها هم همین است. بماند این آقای پوپ، عرض میکنم که مادام العمر انتخاب میشود تحت یک شرایطی و یک داستانهای عجیب غریبی و اینها، که حتما مطلع هستید. وقتی پوپی میمیرد یک مراسم عجیبی دارد انتخاب این کاردینال ها و این ریشتفیدان و زعمای قوم و آیت الله العظماهای کاتولیک جمع میشوند و از بین خودشان یکی که پرهیزگارتر و دانشمندتر هست انتخاب میکنند و مردم هم صدها هزار نفر منتظر ببینند که کی پوپ انتخاب میشود. و رسم بر این است که وقتی دود از بخاری سر به در میکند، گفت سخن در گوش حیدربک اثر میکند، یعنی میدانن که آقا انتخاب شده است. اینها باری بعد از مرگ اون پوپ قدیمی که اهل لهستان بود، این پوپ که آلمانی است انتخاب شده است. اینها حالا اینها مقدمات بود. این آقا آمده است و عرض شود که یک سخنرانی فرمودن. بنده فکر نمی کنم اتفاقی بوده است این سخنرانی. سخنرانی که آقای پوپ کرده، عرض می کنم زیر عنوان خرد، مذهب و عرض می کنم که خشونت بوده و ناگهان آمده است و یک نقل قولی کرده است از یک امپراتور روم شرقی، امانوئل دوم، حدود 500-600 سال پیش در باب اسلام. نقل قول او این است، این امپراتور چنین گفته است که به کارهای محمد نگاه کنید، هیچ چیز جدیدی پیدا نمی کنید و اگر نیک بنگرید در می یابید که اندیشه های او شیطانی و ضد بشری است. Evil and inhuman. من جمله این که گسترش اندیشه های دینی خود رو با خشونت شمشیر عرض می کنم که پیش برده است.
و اضافه فرمودند که فرموده است که این اندیشه‌های مسیحیت چون مبتنی بر نوع تعقل‌گرایی یونانی است، بنابراین خداوند مسیحیت مبتنی بر عقل عمل می‌کند و اعمال و رفتار و دستورهای او در تضاد با خرد و تعقل نیست، در حالی که الله مسلمان‌ها کارهای عجیب غریب نابخردانه می‌کند. این مجموعه سخنان آقای پوپ بوده است در یک دانشگاهی که البته از شبت که مسلمان ها برادران مسلمان ما برای که نشان بدهند که این پوپ بیهوده سخن میگوید و اسلام اهل خشونت نیست، تا به امروز یک نان رو کشتند با تفنگ در مگادیشو، از شبت که یک راهبه رو کشتند، یک گویا یک کلیسای هم آتش دادند و تهدیدهای عجیب غریب کردند که ما تو رو میکشیم و ای سگ نمیدانم اهل ایتالیا اهل واتیکان ما تو رو خواهیم کشت و اینها. این بنده رو بیاره یک رئیسی میندازه که ما داشتیم. این آقا خیلی زود عصبانی میشد، اگر زنده است خدا حفظش کنه، آقای سرتیپ دانش خیلی زود عصبانی میشد. هر شبت که یک آقای برهانی هم داشتیم که گویا در اداره اردناس کار میکرده اینها، یک روز بنده هم در این قرارگاه کشیک میدادن، دیدن که آقای برهان داره فرار میکنه و تیمسار دنبالش کرد و تو روز سرهنگ بود و میگوید فلان شد فلان شده، مگه من دیوانه هستم؟ نه، اون آقای برهان یک گزارشی برای مفصلی میبره، میبره قربان عرضی داشتم. میگه عرض چیز؟ میگه اگر عصبانی نمیشوید لطفا این گزارش رو بخونید. تا این سخن از دهن آقای برهان در آمد، جناب سرهنگ منتجل شد و عرض کنم که مرده که مگه من دیوانه هستم و به تعقیب این آقا، این آقا هم فرار میکرد، میگه قربان عرض نکردم. خب اگر این آقای پوپ مدعی شده است که مسلمان ها خشن هستند یا کارهای تروریستی میکنند، با این اعمال دارن حرف این آقا رو به اثبات میرسن. و بعد پوپ معذرت نخواسته، اون نمایندهش اومد گفت آقای پوپ نه سخن خود رو پس میگیرد و نه تقاضای بخشایش دارد از کسی، اما متاسف است که مسلمانان خشمگین شده. و چند شخصیت معروف اروپایی هم او رو پشتیبانی کردن که سخن درستی گفته. البته این سخن آقای پوپ دو جنبه دارد، یکی جنبه تأثیری که بر مسلمانان دارد و انعکاسی که در جامعه مسلمین دارد، دو دیگر تأثیری که بر جامعه مسیحیت دارد. من فکر می‌کنم این کار کاملا حساب شده بوده، البته به گمان بنده کار اشتباهی بوده. این آقای پوپ اگر نگاه می‌کرد به سوابق عرض می‌کنم همین پاپاسی، میدید که گرچه در اندیشه های حضرت مسیح خشونت نیست و مسیح هرگز خشونتی نکرد و هرگز خشمگین نشد، برابر گزارش هایی که به دست ما رسیده میگویند حضرت مسیح یک بار به خشم آمد و اون زمانی بود که کلیسایی ساخته بود و تعدادی یهودی آمده بودند اونجا، داشتن کاسبی میکردن، معامله میکردن، مسیح شلاق خود رو تکان داد، بر زمین زد نه به اونها و اینها رو از کلیسای خود بیرون کرد. این تنها موردی است که مسیح اندکی به خشم آمده. تعلیمات مسیح مبتنی بر عشق است، بر صلح هست، بر دوستی هست، بر یونیورسالیتی آف لاف یعنی جهانی شدن عشق هست. معروفترین تصویر در هنر مسیحی یک مادر است و یک طفل در آغوش او، که این به نحو زیبایی عشق و محبت رو نشان میدهد به ما. مسیح مرد صلح است. اما آقای کورتز ببخشید و کریستوف کولومب و همه اون جنایتکارهایی که آمدن در همین آمریکا اون جنایت عجیب و حنیف رو میکردن به نام مسیح، اون هم سلسوس بودن، این همه جنایت که این پوپا کردن در این قرون وسطا به نام مسیح میکردن، اونها عرض میکنن که یهودی که نبودن، مسلمان هم که نبودن.
کسانی که بر صندلی همین آقای پاپ نشسته بودن در روزگار قدیم جنایات فجیع بسیار کردن. باری این حرف این آقا زده و دست گذاشته است روی همون تعلیمات اسلامی که خشونت رو تجویز میکنه، که البته حرفش به لحاظ تاریخی خطا نیست، ما نباید تعصب نشان بدهیم. خب درست گفته، نقل قول کرده، اما چون مقام بسیار مهم نیست نمیباید این حرف رو میزد، چون سخن پاپ همواره با اهمیت تلقی میشه و سبب عرض میکنن که آزردن مسلمانان میشه. و یک تحلیلگر گفته بود آقای پاپ مثل یک پروفسور صحبت کرد و فراموش کرد که در چه موضعی است و در چه مقام مهمی است این مرد. شاید این سخن پاپ باعث میشود که عرض کنند که بعض مسلمانان فکر بکنند نسبت به این داستان خشونت و تاریخ اسلام رو نگاه کنند، شاید یک چیزی بیاموزند. معمولا این حرف ها یک عواقب خوبی هم به دنبال دارد، که البته هنوز این خشم و خروش مسلمانان اروپا و جادیه فرو ننشسته و میدانید معدن این اسلامگرایی و این تشکیلات مشتوا کردن پاکستان سراغ زنبوره. یک جای واقعا متعفن است این پاکستان. من فکر میکنم جهان آینده بایستی با پاکستان روبرو بشود، چون مثل کارخانجات تولید قند در شاهزن که کل قند تولید میکرد، اینا هم تروریست تولید میکنن. چندین ده هزار مدرسه اونجا هست که این بچه های بیچاره رو میارن اونجا، یکی از این کلاهای حاجی به سر اینا میذارن و به اینها میگوین شما حق خواندن هیچ کتابی ندارید، که لا رسب ولا یابس الا فی کتاب مبین، همه علوم جهان در این کتاب هست. حتی مشرف پیغام داده بود یکی از این آخوندها که آقا این لااقل این اقتلوی قاتلونه رو اینا رو درس ندید. گفته بودن نه، ما در کار اسلام نمیتوان دخالت کنیم، این قاتلونه و اقتلو و اینها همه واسه اینا به این بچه ما یاد بدهیم. و چند روز پیش، شاید بشه بگویم چند هفته پیش، گویا یک کنفرانسی بوده است در یکی از شهرهای آمریکا. دانشمندان مختلف از ادیان مختلف بودند و در اونجا سخنرانی ها شده است. یک روزنامه هندی بنده دیدم گزارشی کرده بود که نتیجه گیری دانشمندان هندو و نامه اونها به کاخ سفید این بوده است که شما آقایان آمریکایی از موضوع 9/11 زهر تروریسم اسلامی رو چشیده اید. ما هندی ها بیشتر از 1000 سال است که زهر این تروریسم را نوش جان می کنیم و به جنایات محمود غزنوی عرض می کنم که اشارات کرده بود این روزنامه هندی که چگونه محمود حتی زمانی که برای دزدی و اینها می رفت، این هندوهای بیچاره جمع می شدن، هر چی طلا داشتن می ریختن توی این صندوق ها و به او تقدیم می کردن که آقا اینا رو بگیر ما رو نکش، اما قتل عام می کرد هندوها رو، 100,000 نفر، 200,000 نفر در هر حمله این سلطان غازی که در راه اسلام می جنگید سر می برید و بعد اونقدر برده می آورد از هندوستان که قیمت برده به 1/10 قیمت معمولی می رسید. چون می دانید ماوراء النهر خصوص سمرقند اونجا محل برده فروشان بود است و شهرهای خراسان، چون در اسلام می دانید برده فروشی چیز شریفی است، کار خوبی است، فروختن انسان اشکالی ندارد، اما خوردن شراب است که خیلی خیلی مشکل است. چه واقعا عذاب علیمی است این شراب خوردن، به خداوند چقدر به خشم میاد اگر کسی یه گلاس شراب بخور، اما آدم فروشی اشکال نداره، بفروشید اونها را، مال شماست، غنیمت است، زن و بچه مردم بیاورید و بفروشید اونها را. خدای عجب غریبیه نه؟ فروش شراب قدغن شلاق میزنن، آدم فروشی اشکالی نداره. و همینو باعث میشه که اینا این حرفا رو بزنن دیگه. و این هندوان یک تحلیل تاریخی کرده بودن از جنایات محمد غوری که خودشون در هندوستان میگن محمد غوری. و اتفاقا پاکستان به خاطر اینکه هندی ها رو عصبانی بکنند این موشکی ساختن، نمیدونم 500 کیلومتر بردشه، اسمش رو گذاشتن قوری، یعنی همونطور که محمد قوری که البته قور هست
پدر شما رو درآورد و قتل عام میکرد، این موشک هم به نام همون مرحوم ما میفرستیم پدر شما رو در بیاره. و جنایات تیمور 100,000 نفر هندی رو این سلطان قاضی که حافظ القرآن هم بوده، حجت الاسلام هم بوده و علما عرض میکنم که فتوا بر اجتهاد او دادن، در یک روز 100,000 هندی رو سر برید. و اینها نوشتن 25,000 زن هندی آتش ها افروختن و خود را به درون آتش انداختن که به اسارت مسلمانان در نیایند. بله، اینم گزارشاتی است که آقایان هندوها دادن به کاخ سفید. بله، متاسفانه چهره اسلام بدین گونه فعلا معرفی شده است در جهان. گاهی بعض اوقات از سوی دانشمندان اسلام روی قرآن کریم، قرآن شریف اشکال زیاد داره. خب یکی از اشکالاتش متشابهات است و محکمات، اشکال دیگرش عرض میکنم ناسخ است و منسوخ. خدا یک جا مثلا میگوید که هر کسی که فلان کار کرد فلان مکافات رو دارد، یه جای دیگری چیز دیگه گفته، حواسش پرت شده این خدا. بعد میگوین خب این آیه جدیدتر ناسخ آیه قدیمتر هست، که این یک مغلطه خیلی بزرگی است. یکی هم همین خشونت، این قاتلو و اقتلو و قاتلونه و اینها هست در کتاب. در سال 2000 هم که من در هندوستان بودم و اینها، یک سخنرانی مفصلی کرد اون آقای واژپایی که مرد فیلسوف و شاعری است، گفت مسلمان ها نخواهند توانست زندگی مسالمت‌آمیزی با سایر اقوام داشته باشند مگر اینکه این قتلو یا قاتلو اینها رو این آیه ها و دستوراتی که عرض میکنن که خشونت رو تشویق و تحریض میکند از این کتابشان بیرون بکشند، که البته میسر نیست. این هم میگویند اینها کلام خداست، حضرت رسول روز قیامت که تشریف میارن قرآن هم زیر بغلشونه، میان خودشون قضاوت میکنن و خودمان این کلام دست بزنیم این یا قاتلونه و قاتلو اینها بایستی باشن. حالا ببینیم پیامد این داستان چیست، خدا میداند. از کردم این جنگ های صلیبی در روزگار قدیم بود، اینا رو گفتن کروسیدرز، امروز در جریان است در دنیا. حالا پایان اون به کجا خواهد رسید بنده نمیدانم، اما چهره زیبایی ندارد اون چه میبینی. مجله تایم هم آقای احمدی نژاد رو پشت جلد خود گذاشته و یک مقاله ای نوشته است که در صورت جنگ با ایران ما باید چگونه جنگ کنیم و خسارات چه خواهد بود. این مقاله جالبی باستی باشه، که البته فردا هم آقای جورج بوش سخن خواهد گفت از سازمان ملل متحد، هم آقای احمدی نژاد خود ما، که البته رفته از خود دشمنان آمریکا، یک آقای فیدل کاسترو، یکی هم آقای چاوز در ونزوئلا سخنرانی ها کرده و قرارداد ها بسته و آمده است به اینجا. خب داشتم نگاه میکردم به این کتاب مستطاب حکومت اسلامی نوشته آقای خمینی و مطلبی خواندم، یادم آمد که آقای منتظری در باب پولهای خمینی چه نوشته است. اجازه بفرمایید بنده بخونم. میگوید که بنابر این آقای خمینی در کتاب حکومت اسلامی که خیلی قبل از انقلاب این رو توی تحریر فرموده بودم، اساره اندیشه های هولناک خمینی است در باب حکومت و در اینجا توضیح میدهد که چگونه مردم گوسفندان هستند که آخوند باید اونها رو راهبری کند تا امام زمان ظاهر بشود و همین کارم کرد. زمانی هم که هیتلر کتاب نبرد من رو مینوشت و نوشت که در حقیقت میشود گفت که عرض کنم که تقریر او بود و تحریر آقای رودولف هس، هیچ کس او رو جدی نگیره و بعد به قدرت که رسید همه اون کارهایی که در کتاب نبرد من گفته بود انجام داد.
خمینی، بنابراین الفقها امناء الرسل یعنی کلی اموری که به عهده پیغمبران است، فقهای عادل موظف و مأمور انجام آن. حالا چه کسی این حرف رو زده؟ نقبته اینجاست، چون زمانی که پیغمبر بود فقیهی وجود نداشت که الفقها امناء الرسل. همه کار این آخوندهای رافضی خودمان بر جعل و دروغ و اختراع و ابداع بوده. به زمین داستان، گرچه عدالت اعم از امانت است و ممکن است کسی در امور مالی امین باشد اما در این حال عادل نباشد، لکن مراد از امناء رسول کسانی هستند که از هیچ حکمی تخلف نکنند و پاک و منزه باشند، چنون که در حدیث فلان می‌فرماید، یعنی تا انگامی که به منجلاب دنیا طلبی در نیامده ان. پس اگر فقیهی در فکر جمع‌آوری مال دنیا باشد عادل نیست و نمیتواند امین رسول اکرم و مجری احکام اسلام باشد. فقط فقهای عادلند که احکام اسلام را اجرا کرده نظامات اون را مستقر میگردانند. پس نتیجه این شد که فقیهی که میخواهد گوسفندان را بچراند بایستی در اندیشه مال دنیا نباشد و به منجلاب مال دنیا عرض میکنم که فرو نرفته باشد. حالا بیاییم به صفحه عرض میکنم 388، مطلب 388 عرض شود که ببینیم که منتظری چه نوشته است در باب وصیت‌نامه امام، که البته دوستی لطف فرمودن این وصیت‌نامه‌ای که خمینی نوشته و در کیهان روزگار چاپ شده برای بنده فرستادن که اون هم واقعا خوندنی است. میگوید که بله، یک نامه دیگر هم من از ایشان داشتم که الان همون را دارم که در آن نوشتن پس از مرگ من پولهای من، یعنی خمینی، پولهای من در اختیار 4 نفر باشد. یکی از آنها من هستم و دیگران آقایان پسندیده و حاج آقا باقر سلطانی و حاج آقا مرتضی حائری می باشند. و همین منتظری می گوید که این خمینی وقتی که در قم بود هست شود که این آخوندها بیچاره می رفتن گدایی این ماه رمضان و نمیدونم محرم و اینها، به اینا میگفتیم آقا شما میرید اونجا منبر و اینا 5 تومن 10 تومن جمع کنید بیارید و اینها، خمینی میگرفت از آخوندها میذاشت زیر دوشکش و وقتی که مأمور میومد برق پول برق رو بگیره ما به 1000 بدبختی و مکافات و سیخ و سنبه 10 تومن از این میگرفتیم پول برق میدادیم. پول از دست خمینی میگه نمیشد گرفت. یک بارم عرض کردم خدمتتون، گفت یک طلبه اومد پیش من گریه میکرد، گفتم چرا گریه میکنی؟ به همون لحن نجف آبادیش گفت که من یک ما رفتن گدایی کردم و 5 تومن 5 تومن جمع شدم شده 1000 تومن بردم دادم به خمینی، یعنی آقا ما اینو کاسبی کردیم، چیزی به ما بدید، به ما 10 تومن دادی یا 20 تومن. گفت من اینو که شنیدم عصبانی شدم، دویدم رفتم پیش خمینی گفتم خیال کرده که این که میخواست از دیویات یکی اومده 1000 تومن به شش داده گفته سینا بده به خمینی؟ نه، این 5 تومن 5 تومن گدایی کرده، 40 تومن ازش گرفتم دادم به این طلبه. دم که آدمی بوده خمینی، بعد حساب شماره 100 که باز کرده، خب معلومه یه عده به اعتقاد عده زیادی از ثروتمندان روز ایران از وحشت جانشون ثروت‌های کلان ریختن به حساب این امام. این است که وقتی می‌خواست بمیره به سرطان نمی‌دونست چگونه دست بکنه، چگونه می‌شد از این پول‌ها جدا شد. پول‌های مرا. یک نامه دیگر هم از ایشون داشتم که الان همون را دارم که در آن نوشتن پس از مرگ من پول‌های من در اختیار 4 نفر باشد. یکی از اونها من هستم، یعنی منتظری، و دیگران آقایان پسندیده و حاج آقا باقر سلطانی و حاج آقا مرتضی حائری. بعد خبرنگاری که با این آقای منتظری سوال جواب کرده و در حقیقت مطالب رو نوشته میگوید که سوال: با توجه به این نامه وصیت حضرت امام نقوی بر این که پولهای ایشان در اختیار شما 4 نفر قرار گیرد، آیا پس از رحلت ایشان به این وصیت عمل شد و پولهای ایشان در اختیار شما قرار گرفت یا خیر؟ جواب میدهد خیر، پس از رحلت ایشان نه به من مراجعه شد و نه پولی در اختیار من قرار گرفت. یعنی رندان پولها را خوردند یا بالا کشیدند یا حالا هر کاری کردند، دیگه خبرش رو به منتظری که قرار بود یک از 4 نفری باشد که پولهای امام رو مدیریت بکنند ندادند.
خواستم این مطلب رو هم شما در نظر داشته باشید. اینجا مطالب زیاد هست در این کتاب حکومت اسلامی که بنده برای بله اینجا میگوید اولا احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعی است که یک نظام کلی اجتماعی را میسازد. در این نظام حقوقی هر چه بشر نیاز دارد فراهم آمده است. لا رد و لا یابسه الا فی کتاب مبین. هر چه بشر لازم دارد در این قوانین آمده. حالا همش رو جمع کنی 25 صفحه نیست. بله از طرز معاشرت با همسایه و اولاد و عشیره و قوم خیش و همشهری و امور خصوصی و زندگی سناشویی گرفته تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با سایر ملل، از قوانین جزایی تا حقوق تجارت و صنعت و کشاورزی، برای قبل از انجام نکاح و انعقاد نطفه قانون دارد و دستور می‌دهد که نکاح چگونه صورت بگیرد و خوراک انسان در آن هنگام یا در موقع انعقاد نطفه چه باشد. یعنی آخوند به همه چیزا کار داره. که شما محتاج باشی بری بگی آقا ما میخوایم امشب بچه دار بشیم، موقع انعقاد نطفه چی فرمایید بخوریم؟ قانون داره اسلام آقای خمینی، برای همینا قانون داره. بله در دوره شیرخوارگی چه وظایفی بر عهده پدر و مادر است و بچه چگونه باید تربیت شود و سلوک مرد و زن با همدیگر و فرزندان چگونه باشد، برای همه این مراحل دستور و قانون دارد تا انسان در انسان را تربیت کند. انسان کامل و فاضل، انسانی که قانون متحرک و مجسم است و مجری داوطلب و خودکار قانون. خلاصه قرآن مجید و سنت شامل همه دستورات و احکام است که بشر برای سعادت و کمال خود احتیاج دارد و در کافی فصلی است به عنوان تمام احتیاجات مردم در کتاب و سنت بیان شده است و کتاب یعنی قرآن بله روشنگر همه امور است. امام سوگند یاد میکند طبق روایات که تمام اون چه ملت احتیاج دارد در کتاب و سنت هست و در این شکی نیست. بله ثانیاً با دقت در ماهیت و کیفیت احکام شرع در میابیم که اجرای اونها و عمل به اونها مستلزم تشکیل حکومت هست و بدون تأسیس یک دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره نمیتوان به وظیفه اجرای احکام الهی عمل کرد. بله بعد اینجا توضیح میدهد که ما چگونه بایستی تأسیساتی درست کنیم، تشکیلاتی درست کنیم تا حکومت رو به زور بگیریم. حالا اجازه بفرمایید فرمایشات جناب آقای دکتر علی شریعتی رو در باب تمدن و تجدد اگر نیک بنگریم و این مجموعه این تصاویر رو روی هم جمع کنیم، در میابیم که آقای شریعتی خواسته یا نخواسته بلدوزر و جاده صاف کن حکومت اسلامی بوده. عرض کردم بعد از دوره مشروطه و به دار آویختن بزرگترین آخوند روزگار و بعد عرفی کردن ادارات و آموزش و پرورش و آمدن تجدد، نسل های ایران اساسا آخوند رو به حکومت مشروع نمیدانستن، میخندیدن. آقای شریعتی آمد و به این امر مشروعیت داد. این مرد مزبزبه زبان آور کم سواد، عرض می کنم که باد اسلام به شکمش افتاده بود و آمد یک امری که کاملا خصوصی تلقی شده بود سیاسی کرد. قرآنی که کاملا خصوصی در تاخچه ها بود، دینی که در دلهای مردم بود و در عمق سایکی مردم بود، این رو آورد و سیاسی کرد. حالا به چند کلمه شده گوش بیم در باب تجدد، اگر که آماده هست لطف بفرمایید. پس سوژان یه عکسی هم از آقای جناب آقای دکتر شریعتی مرحوم بگذاریم که هموطنان بدانند ما راجع به چی صحبت میکنیم و از خود خالی است. و به قول ژان پل سارتر در این کشورها ما از سیمیله به وجود آوردیم، یعنی شبیه متفکرین خودمون، شبه تحصیل کرده خودمون، نه تحصیل کرده، نه روشن فکر روشن فکر کسی که جامعهش میشناسه، نه دردش میشناسه، سرنوشت خودش میتونه تعیین کنه، بدون جامعهش چیه، بدون گذشته چیه، بدون معنویت چیه، شخصیتش میشناسه، خودش انتخاب کنه. اما ما از سیمیله به وجود آوردیم، یعنی آدم های ردری جامعه غیر اروپایی شکل خودمون در آوردیم، ظاهرشون ره از سیمیله اسمشون مثل اسمی که خود ما داریم گذاشتیم روشن فکران. و بعد مردم هم همه به دهن اینا نگاه میکنن که روشن فکران چی میگن. روشنفکران کیا بودن در جامعه غیر اروپایی؟
عبارت بودن از واسطه های میان اون کسی که کالا داره و میخواد مصرف کنه و این مردمی که باید تبدیل به مصرف کننده او کالا بشن. واسطه لازم داره که زبونی که بفهمه، که برای بمونه چکار کنه، که زبون مردم رو بفهمه. این چه شبه روشن فکر بومی درست کردن، شبه روشن فکر اروپاییه. خود جرأت نداره انتخاب کنه، خود جرأت نداره تشخیص بده، خود جرأت نداره تصمیم بگیره، خودش نمیفهمه که معنی خودش چی هست. بعد آدم های وجود آمد که میبینیم یک شربتی میخوره تا این حد متنزل و پس از نظر انسان. یک شربتی رو میخوره میگیم خوشمزه است یا بدمزه است. یک موسیقی رو میشنوه میگیم خوبه یا بد. یک لباسی رو میپوشه میگیم میپسندی یا نمیپسندی. جرأت نداره بگه خوشمزه است بدمزه است. این موسیقی خوبه یا بده. این لباس میپسندم یا نمیپسندم. برای که خودش نیست که بپسنده، این باید بهش گفت که حالا این لباس میپسندم، این دیگه اون میپسنده. بگن این زهر ماره که با ذوق با ذائقت نمیخوره، این امروز اروپایی میخوره و این میبینیم میخوره و جرأت نداره بگه که من ذائقم از این بدم میاد، اصلا من نمیپسندم، این خوشم نمیاد. جرأت نداره. این از که میبینیم بقول کارولا گرابر که متخصص این کشورهای غیر اروپایی، میبینیم میگه که در امریکا و در اروپا بسیار کسانی هستن، اروپایی ها و امریکایی هایی، که از جاز بدشون میاد و متنفرن و هر وقت که جای جاز میزنن یا رادیو جاز میزنه اینا فریاد میزنن این شلوغی صدصداست جیغداده. اما در کشورهای شرقی، کشورهای اسلامی، هیچ مسلمانی جرأت نداره بگه حتی جاز بده، من نمیپسندم. این اندازه جرأت این که بگه من این نمیپسندم نداره. چرا؟ که اون حتی به اندازه برایش انسانیت نگذاشتن که حتی جرأت داشته باشه که رنگ لباس خودش رو خودش انتخاب، مزه شراب و شربت خودش رو خودش بپسند. این اندازه نباید جرأت نداشته باشه. و وقتی که به قول این قانون میگه که باید برای اینکه جامعه اروپایی غیر اروپایی مقلد ما بشه و هر کار ما میکنیم اون هم میمونوار اطاعت کنه، تنها راه این است که به او ثابت کنیم که دارای شخصیت برابر با انسان غربی نیست. تحقیرش کنیم، تاریخش به، مذهبش به، ادبش به، هنرش به تحقیر کنیم و ثانیاً با همه اینا بیگانش کنیم. میدونیم همین جورم کردن، میدونیم آدم هایی درست کردن که فرهنگ ما نمیشناسن، تغییر میکنن. مذهب اسلام رو نمیدونم من چیه، بد میگن. ادب ما رو اصلا بو نکردن، یه شعر معمولی رو نمیتونه از رو بخونه، فحش میده. هنر و گذشته ما رو اصلا نمیدونه، نه به گوشش نخونده که چی بوده، از یک کنار محکوم میکنه و بی قید و شرط از هر چه از اروپا میرسد مجذوبشه. چنین انسانی به چه صورت در آمده؟ به این صورت که ما اون چرا که به انسان شخصیت میدهد، یعنی مذهب، یعنی ایمان یک انسان، فرهنگش یعنی همه خصوصیات یک انسان و گذشتهش یعنی همه مفاخر یک جامعه، اولا اینا بیگانه کنیم با اونا که اصلا نفهمن چیه و ثانیاً نفرت. بله ملاحظه فرمودید آقای مرحوم شریعتی با کت شلوار و کروات اینها چه چیزهایی میگفت. حالا اجازه بدید بنده از حکومت اسلامی بخش هایی از اندیشه های خمینی رو بخوانم. شما میبینید که اینها به طور مماسی با هم یک تماسی دارند. ملاحظه فرمایید میگوید خمینی، این آقای شریعتی بود، حالا این داستان ها رو میگفت،
مخصوصا البته اون به زبان جدید میگوید که عرض کنم که مورد پسند جوانهای کم سواد باشد. آقای خمینی با همون زبان طلبگی حوزوی خودش، ولی مطلب یکیست. مخصوصا در شرایط کنونی که سیاستهای استعماری و حکام ستمگر و خائن و یهود و نصارا و مادیون در تحریف حقایق اسلام و گمراه کردن مسلمانان تلاش میکنند، در این شرایط مسئولیت ما برای تبلیغات و تعلیمات بیش از هر وقت است. امروز میبینیم که این یهودی ها در قرآن تصرف کردند. یهودی در قرآن تصرف کنه و عرض میکنن که و چیزهای لغتش افتاده که در مناطق اشغالی چاپ کردن، تغییراتی دادن. ما موظفیم از این تصرفات خائنانه جلوگیری کنیم. باید فریاد زد و مردم را متوجه کرد تا معلوم شود که یهودی ها و پشتیبانان خارج اونها کسانی هستند که با اساس اسلام مخالفند و میخواهند حکومت یهود در دنیا تشکیل دهند، و چون جماعت موذی و فعالی هستند میترسند نعوذ بالله روزی به مقصود برسند و سستی بعضی از ما باعث شود که یک بار حاکم یهودی بر ما حکومت کند. خدا اون روز را نیاورد. از طرف دیگر عده از مستشرقین، این حرف آقای شریعتی از اینجاش، که عمال تبلیغاتی مؤسسات استعماریان مشغول فعالیتند تا حقایق اسلام را تحریف و وارونه کنند. مبلغین استعماری سرگرم کارند در هر گوش از بلاد اسلامی. جوانهای ما را با تبلیغات سو دارند از ما جدا می کنند. نه اینکه یهودی و نصرانی کنند، بلکه اونها را فاسد و بیدین و لاابالی می سازند و همین برای استعمارگران کافی است. در تهران ما مراکز تبلیغات سوء کلیسایی و صهیونیست و بهائیت به وجود آمده که مردم را گمراه می کند و از احکام و تعالیم اسلام دور می سازد. آیا هدم این مراکز که به اسلام لطمه می زند وظیفه ما نیست؟ دموکراسی رو می بینید؟ یعنی ما بیاییم و تمام این مراکز رو خراب کنیم؟ ملاحظه می کنید یه حرفه، صحبت یکیست. حالا این بینابین چه مغالطاتی میکرد رو مغلطه نیم دراپینگ مرتب میگفت سارت رو یکی دوتا متفکر فرانسه که من قسم میخورم به کائنات که همچی چیز آقای سارت نگفت. اصلا سارت، آقای ژان پل سارت در این کارها نبود که از این حرفا بزنه. که مرد فیلسوفی بود که اندیشه خاصی داشت. موسیقی جاز، این آقا نمیفهمه موسیقی جاز موسیقی تندی نیست. موسیقی جاز موسیقی است که سیاهان امریکایی آوردن، یک موسیقی حزن‌انگیزیه، بیشتر با ترومپت، بسیار هم دلاویزه و اونچنان نیست که آقا میفرمود. موسیقی نمیشناخت آقای شریعتی. میگوید کسی در ایران جرأت نمیکرد بگوید من موسیقی جاز دوست ندارم. اگر میگفت حتما گردنش رو میزدن. اگر کوکاکولا میدادی میخورد، بعدش میمد، ولی نمیگفت من از این بدم میاد، چون انقدر این بیشخصیت شده بود که جرأت نمیکرد این حرفا بزنه. چه حرفای مزخرفی! فقط تولید کینه کردن و مردم رو به گمراهی انداختن. این موضوع تولید و مصرف، آقای شریعتی درسته کلیت حرفش آقای شریعتی که در روزگاری که قرن 18 و 19 مربوط بود این موضوع اکالچریشن یعنی فرهنگ زدایی بله بود، اما نه به صورتی که این آقا میفر بود و در روزگاری که این آقا این حرفا رو میزد. هی میگوید اروپایی‌ها نقشه میکشتن ما رو مصرف کننده کنن. این آقا توجه نداشت که فقط اروپا نیست که تولید کننده صنایع هست و خریدار داره، ژاپنی‌ها هم بودن. آیا کسی دیدید که برن اینجوری کنه چشماشو بگه من میخوام ژاپنی بشم چون که فرهنگ ما رو ژاپن داره خراب میکنه؟ هر کسی 10 دلار جیبش بود میرفت جنس ژاپنی بخره، چون اونها هم یعنی ژاپنی‌ها هم خیلی سریع آموختن که چگونه با حفظ عرض میکنن که صفات و سنت خودشون صنعتی بشوند و در بسیاری از موارد از اروپایی هم جلو افتن به لحاظ صنعتی. و اینها
تولیدات صنعتیشون رو نه تنها به ایران، به همه جهان میفروختن و میفروشن. ژاپن هم میخواست بیاد اونجا چیز بکنه، فرهنگ زدایی بکنه که فرهنگ خودش رو بیاره. حالا خوب بود، امروز خوب بود که همه موها رو اینجوری بسته بودن، یکی شمشیر هم به کمرشون بود، سامورایی شده بودن. لابد عرض کردن این آقای شریعتی در عوض این حرف ها رو زدن و سطحی اندیشی و گول زدن یک عده آدم نادان، بهتر می بود وقت خودش رو میگذاشت میرفت ببینه چرا اسلام عقب افتاد، چرا جامعه مسلمان به این نکبت دچار شد، چرا تفکر سازنده‌ای در جهان اسلام به وجود نیامد. اگر این کار رو کرده بود، خدمت بزرگ کرده بود، هم به خودش، هم به نسل‌های ایران، هم به اسلامی که مورد علاقه اون بود. حرف منفی زدن و نفی کردن و ایراد گرفتن ها که کاری نداره که. بعضی چیزا شرم‌آور گفتنش، ولی از فرط شپش سالیانه هزارها حجت الاسلام و نمیدونم مسلمان مؤمن خداپرست میمردن، انتقال شپش و تیفوس و اینا نداشتن. دیدیتی جنگ اول، بعد از جنگ اول انگلیس ها ددته رو اختراع کردن، شپش های ما رو هم کشتن. اینا رو که نمیگه، صحبت از تاریخ میکنه. صحبت از تاریخی میکند این آقا، صحبت از آقای هرتسفلد و کریستنسن و هنینگز و صدها دانشمند و مستشرف که واقعا آمدن به ما یاد دادن که اوستا را بخوانیم، که این سنگ نوشته های نمیدانم هخامنشی و اشکانی و ساسانی رو ما بلد نبودیم، تاریخ نمیشناختیم، سوادش رو نداشتیم، زبانها رو بلد نبودیم، اساسا طرز تحریر تاریخ علمی ما نمیدانستیم. اینها رو اینها به ما یاد دادن. طوری صحبت کرده که پنداری ما باید شمشیر به دست بگیریم بیفتیم به جان غربی ها همه رو بکشیم. بعد سارتر چنین میگوید، نتکی چنین میگوید. برانگیختن ابعاد تیره عوام و ناس بسیار بسیار کار ساده. کافیست شما بروید به بلندی بایستید بگویید شما ناموس دارید یا نه. همه میگم بله، رگا میزنه بیرون. اسم ناموس که بیاد که اساسا رگها عرض میکنم که قطرش میشه 8 اینچ. بله خب، حالا دوست دارین دموکراسی بیاد و ناموستونو بگیره؟ همه یکی غمه میکشن، کی دموکراسی میخواد بیاره ما گردنش اینجا بزنیم؟ تعلیم و تربیت و تحریک خرد هست که کار مشکلی است و این وظیفه روشنفکر است، نه برانگیختن بعد تیره روح عوام و ناس. این خیلی کار آسانی است. عوام رو خشمگین کردن و ایجاد کینه و نفرت کردن کاری نداره که. کاش این آقا امروز زنده می بود که چند شبی در زندان ابین میمون چند شلاق میشه جان میکرد تا طعم حکومت اسلام و اسلامی رو میفهمید. حیف شد مرد این آقای شریعتی، حیف شد. خیلی حیف شد. بدبخت اینجاست که امروز هم هنوز یک عده‌ای از عرض کنم که این جوانهای کشور ما بدبختانه به دام سخنان این مرد گرفتار هستند، طرفدار داره هنوز. بنده توصیه میکنم که این آقایان یک مختصری تاریخ فلسفه نگاه بکنن، بعد بیان سخنان این آقا رو بشنوند، میبینن که چه میزانی آقا تقلب میکرده در گزارش و چگونه حرفای غربی ها رو میگیره، رنگ اسلامی میزنه. و عرض کنم که یک پیرزال 1500 ساله رو چگونه آرایش میکنه، یک عروس 15-18 ساله برای جوانهای ما
آرایش میکنه و تحویل میده. بله، این بود داستان آقای شریعتی. نوار بسیار هست، حرف و سخن بسیار زده، مطالب هم بسیار نوشته، ولی وقتی نگاه میکنیم اثاره حرفاش با اثاره حرفای خمینی و سایر آخوندها در باب تشکیل حکومت اسلامی و آویزان شدن به حکومت دینی، اینها یکیست. اینقدر هست که بیچاره اون رژیم سابق فقط وحشتش از کمونیستا بود و ملیون، از طرفداران دکتر مصدق وحشت داشت و از کمونیستا. آخوندها که نوکر ما هستن، یا آیت الله خونسالی که هر روز به ما پیغام میدیم، آیت الله بروجردی هم که با ما دوست بودی، آقای شریعت مداری هم که خودمون بهش حقوق میدیم، کسی نیست دیگه. ما آخوندها رو لازم داریم، آخوندها هیچ ضرری به ما ندارن. بله، وقت ما در اینجا البته به پایان رسید. باز سپاس از لطف و مرحمت شما و تقدیر بر شما وطن گرامی. مشیری هستم در خدمت شما، برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، دوم اکتبر سال 2006 میلادی. همونطور که مطلع هستی در روزهای دوشنبه در باب منطق صحبت میکنیم و بررسی مغالطات. عرض کنم که خدمت شما پیش از این گفتم که این مغالطات یک بخشی است از منطق، کل منطق یک بخشی بوده است از فلسفه. نخستین کسی که این موضوع رو به میان انداخته است حکیم یونان ارسطو بوده است، در بخش ششم از کتاب منطق مغالطات رو بررسی میکند، که البته این در حلقه خواص باقی ماند. در کشور ما هم در اون روزگار شکوفایی علوم عقلی بعض این بزرگان معرفت مثل حکیم ابو نصر فارابی و ابن سینا و اینها پرداختن به این داستان و عرض میکنن که همون چیز بسیار بسیار فنی و بسیار بسیار اختصاصی در حلقه خواص بود. و آخرین کسی هم که به جد پرداخته است به این کار خواجه نصیر طوسی است، اما همسی که عرض میکنن همواره در حلقه خواص بوده است، در جامعه پراکنده نشد هرگز این داستان. فکر میکنم این اولین بار باشد که یک موضوعی از این دست در سطح جامعه مطرح می شود. عرض می کنم که بعضی دوستان زنگ می زنند که آقا ما مثلا فرض فرمایید 3 دقیقه مونده به اتمام ساعت، زنگ می زنند آقا شما یک فصلی در باب زرتشت صحبت کنید، یک تاریخ تصوف. این سوالات من است. عزیز من در این 3 دقیقه با کامپیوترم شما نمی توانید دانلود کنید همچی چیزی رو. چگونه انتظار دارید بنده در 3 دقیقه تاریخ تصوف برای شما بگم؟ و شکایت هم میکنم فضایی به این سادگی نیست که شما تصور میفرمایید که هموطن عزیزم شما 3 دقیقه این مطلب آمدید میفرمایید که در باب زرتشت. اول این کار آسانی نیست، پیش پا افتاده نیست که حالا بنده بشینم هرچی به ذهنم میرسه باید اینم مرتب بشه، منظم بشه، تحقیق بشه، درست بشه. و در 3 دقیقه شما میخواید همه زرتشت هم خلاصه داشته باشی؟ میسر نیست عزیزم، آخه کار بچگانه که نیست که ما بشینیم اینجا در 3 دقیقه بخواییم به مطلبی. آره در صورت بگذاریم. دوستی میگفتن آقا شما هماره میگویید فردوسی میفرماید و حافظ میگوید، سعدی میگوید. عرض کردم قربانت کردم باید تفاوتی باید باشد بین امپراتور و پادشاهان. فردوسی به نظر بنده امپراتور سخنه هست، امپراتور این ملک هست، باید یک تفاوتی داشته باشه با پادشاهان. پادشاهان بزرگ در روزگار قدیم هم همینجوری بود. آقا در ایران میگفتن شاهنشاه که در مرکز می‌نشست، پادشاهان دیگر هم بودن. این فردوسی ما امپراتور این اقلیم هست. این است که حداقل باید یک تفاوت کوچکی ما قائل بشویم عزیزم. این یک مطلب. مولانا میگوید از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم من از لطف رب. این ادب خیلی پدیده خوبی است، رعایت ادب. و این فرهنگ شرقی ما یکی از جلوه های زیباش همین ادب، احترام، احترام به استاد، احترام به معلم، احترام به مادران، احترام به پدر، احترام به بزرگترها. این خیلی خیلی زیباست، اینا رو ما نباید از دست بدهیم. واقعا این فرهنگ آمریکایی همه چیزش پرکتیکاله، میدونید
این مسائل درش نیست، شاید وقتش نداشتن، نمیدونم. آقای قدیمی بیار رفتم پیش آقای آلبرت آینشتاین در همین پرینستون. آینشتاین شکایت کرده، میگوید که ساینس has been reduced to practicality، یعنی جا علم رو در حد مسائل عملی بوردن پایین، به خاطر که فوری امریکایی میخواد به کار ببنده، استفاده کنه، پولش رو بگیره بذاره جیبش، فکر فردام نیست. مناسبات روزمره هم همین جور هست. وقتی پدری از در وارد میشه، پسری که اینجا به دنیا اومده پاشم هوا کرده رو مبل و یه هایددی هم ممکنه بگه، قبلنم گفتم، اما این کلیهه به نظر من. احترام بزرگترا، حالا این مطلبی که عرض کردم اینجا بنده نشستم نصیحت کنم و از اینجور کارها، این هست که ما در این برنامه همونجور که حد شماست به خانواده ها اینها، سعی بر این هست که این رعایت بشود. حالا ما اینجا که خدمت شما می نشینیم در یک ساعت یا دو ساعت، هزار عالم طی میشه، باور کنید، به لحاظ روحی و روانی، چون این به صورت یک کار برای بنده نیست که حالا بیام اینجا اجرا کنم و برم و اینها. هر موقع میام اینجا هزار یک چیز خدمت شما، هزار یک سود و قضای عاطفی طی میشه. این هست که اگر گاهی کلامی صادر شده است که در حد شما نبوده است، حد برنامه وصلی به وحی اتفاقا نیفتاد، یکی دو بار به چیز کوچک ممکنه، بعض اوقات اینجا آدم به خشم میاد، بعض اوقات بغض میگیره، بعض اوقات هزار یک چیز هست باری. و بعد البته در مثل مناقشه نیست، عرض میکنم که بعض اوقات من فکر میکنم شاید اینکه مولانا بعض اوقات اینقدر لحنش کریه شده و اینها، چون به خشم میامده از این شاگردان وضعیتش میکردن، توجه به مطالب نداشتن، یه چیزای عجیب غریب گفته است که در حد یک حکیم نیست در این مثنوی. بگذاریم اجازه بدید بگریم سر مغالطات. این مغالطات عرض میکنن که بی اندازه اهمیت داره، یعنی منطق بی اندازه اهمیت داره. ما آدم ها موجودات عقلی هستیم، در دنیای زندگی میکنیم که شرایط عقلی بر زندگی ما حاکم هست، یعنی هیچ چیز مابعد و طبیعی یا خرافی نیست که بتونه برای ما کار انجام بده. یک پینه دوز که نشسته پینه دوزی میکنه، همه کارش علمیه. شما نگاه بکنه به یک پینه دوز، نخی رو میگیره موم میکشه. چرا موم میکشه؟ چون موم در آب حل نمیشه، بعد این گیوه رو نگهداری میکنه. خب این علمه. جوالدوزش رو میزنه توی شاخ، تو اون شاخ چیه؟ این مقدار چربیه. چرا چرب میکنه این جوالدوزش؟ به خاطر که فرو بره. همین علمه، دلیل داره، برهان داره. بنابراین ما هر کار که میکنیم و به نتیجه میرسد، یک منطق درستی برش حاکمه، مگر اینکه به نتیجه نرسد. اگر به نتیجه نرسید، معلوم شد منطق ما خراب بوده، تضادی در جای بوده، مغلطه‌ای در جای بوده. وقتی ما میخوام یک ماشینی رو طراحی بکنیم، ماشین که میگم منظورم اتومبیل نیست، یک دستگاهی که یک کاری انجام بده میگن ماشین، حتما ریاضیات این باید درست باشه، حتما باید صحیح باشه، وگرنه منفجر میشه. حالا ما ممکن است که برای جلوگیری از انفجار پوسته این رو بخوایم خیلی محکم بگیریم، وقتی زیاد پوسته رو محکم بگیریم دیگه منفجر نمیشه، اما از داخل منفجر میشه، اکسپلود نمیکنه، به قول انگلیسی میگن ایمپلود میکنه، خراب میشه، محال است. توی این اتومبیل عرض میکنم که این اینترنال کامبشن انجین، که این همین انجین اتومبیل هاست و اینها، این اختراع مهمی بوده که یک پیستونی در اونجاست که همه کارا رو این انجام میده. میگن چهار مرحله ای، چهار تا مرحله میگذره تا این پیستون یک سایکل طی کنه، حرکتش دوباره از اول شروع بشه که بتونه این ماشین راه بره. کوچکترین عیبی در این تشکیلات و این حرکات بیفته، این ماشین یا دود میکنه یا کار نمیکنه یا خراب میشه. چون وقتی این پیستون رو میکشه پایین، میلنگ میلنگ یه شکل اینجوری داره که بالا پایین میکنه این پیستون ها رو، مقداری متناسب بنزین و هوا میکشه داخل پیستون. تناسبش چقدر هست؟
تناسبش اون میزان هست که اون مقدار بنزینی که کشیده میشه بتواند اکسیژن کافی داشته باشه برای یک سوخت کامل، یک احتراق کامل انجام بشه. نسبت دارد، نسبتش هم روی فرمول می‌نویسن، عرض می‌کنن که این می‌سوز این بنزین که یک مخلوطی است از هگزان و هپتان و اکتان و اینها و تولید آب می‌کند و گاز کربونیک. خیلی خوب، حالا مرحله اول این رو می‌کشه پایین، این رو می‌کشه داخل خودش. حالا ما توی پیستون یک میزان، یک مقداری بنزین داریم، یک مقداری هوا. بعد پیستون شروع می‌کنه بالا آمدن. در وقتی بالا میاد میرسه به یک جایی که منتهای فشار رو وارد میکنه و داغ میشه. چرا داغ میشه؟ به جهت اینکه خواص گاز هاست که وقتی ما اینها رو میفشوریم اینا مولکولاشون به هم متراکم میشه، به هم ساییده میشه، حرارت ایجاد میکنه. شما سر کوه که به تشریف ببرین هوا خنکه، سطح زمین کنار دره گرمه، ته دره گرمتر و گرمتر میشه به علت اینکه عرض میکنم هرچی فشار بیشتر بشه هوا گرمتر میشه. به همین دلیل است که گرمترین نقاط زمین عرض میکنم این دره مرگ و جاهایی است که پست پایین، چون فشار هوا زیاد گرم. این همه علمه. باری اون در منتهای داغی است و تراکم است که این شمع یک جرقه میزنه منفجر میشه، منفجر میشه، اکسپاند میکنه. در حقیقت ما کار اینجاست که میگیریم از اتومبیل بر اثر انفجار این و اکسپنشن گاز. حالا چرا پرتاب میشه این پیستون؟ به جهت این که اون مقدار مایهی که ما داریم، مایهات حجمشون کمتر از گاز هاست. در حقیقت انفجار یعنی تبدیل مایه یا جامد به گاز. وقتی حجمش بیشتر میشه نتیجه هم پرتاب میکنه پیستون رو. حالا یک ذره زودتر این جرقه بزنه ماشین کار نمی‌کنه. میگن آوانسه، در یعنی ادوانسه، یعنی قبل از اینکه پیستون برسه اون نقطه تراکم میزنه، میزون نیست ماشین. اگر دیرتر بزنه میگن عقب مونده است، دیر زده، ریتار شده، دود میکنه، کار نمی‌کنه. محال همچین بعد میر رنگ رو میچرخونه، بعد میاد بالا این گاز رو تخلیه میکنه دوباره از اول. این همه علمه. یک پایش غلط باشه این ماشین کار نمیکنه، یا دود میکنه، فتفت میکنه، ما رو میذاره، نمیشه. پدیده های اجتماعی هم همین هستن. اگر در یک تئوری که یک شخصی نشسته و طراحی کرده برای حل مشکلات جامعه تضاد و مغلطه باشه کار نمیکنه. حالا به خاطری که ما به کارش مندازیم در جامعه گرد و چماق دست میگیریم و دستگاه استبداد راه میاندازیم، اما بعد نتایج میبینیم فقر جامعه است، گیجی مردم و عقب موندگی و بدبخت. علت این که سقوط کرد این روسیه سابق، شوروی سابق، این مغالطاتی بود که در این کامیونیست منیفستو هست. آقا مغلطه داره 70 سال با چماق و پلیس و نمیدونم دستگاه ضد اطلاعاتی و کوبیدن در سر مردم بیچاره شوروی که این رو به کام نشد، منفجر شد، خراب شد، افتاد. این علت بدبختی مسلمانان جهان مغالطات اسلام عزیزه، عزیزم مغلطه داره، تضاد داره، اشتباه داره، خطا داره. حالا یک گردگاه گردن بزن زمین، چماق بلند کن، نه آقا نزدیکش نیا، اصلا این چیز الهی فلان. آقا مزخرف چرا میگی برادر؟ مغلطه داره، مشکل فکری داره این دستگاه. این عرض میکنن که قابل تعمیم نیست بر جوامع بشری. هست به ضرب چوب و چماق مایه بدبختی گرفتاری بشه. هر گوشش رو شما بگیرید تضاد و مغلطه میبینید، کار نمیکنه. مثل همون دستگاه ماشین. اینها یک مسائل علمی است. در حقیقت وقتی میگن مهندس، مهندس کسی که بتواند شرایط عملی یک موضوعی رو در نظر بگیره، بتواند اونها رو به ریاضیات تبدیل بکنه که کار بکنه. مثلا فرض بفرمایید که ما یه تانک اینجا داریم، میخوام توش مواد شیمیایی یه چیزی تولید بکنیم. حالا یا فرض کنید تانک اصلا آب داریم،
میخوام کاری بکنیم، فرض کنید که از بالای این تانک مثلا فرض فرمایید که گنجایش این تانک بشه 100 متر مکعب، مثلا 10 گالون در دقیقه خارج وارد بشه، مثلا 8 گالون در دقیقه خارج بشه از پایین. این مسئله با حساب جبر رو عرض میکنم که حساب هندسه و اینا حل نمیشه. این نیاز به معادلات دیفرانسیل داره، به جهت اینکه شرایط بر حسب زمان تغییر میکنه. یعنی وقتی که آب میاد یه مقداری جمع میشه، یه مقداری خارج میشه. هرچه ارتفاع آب بیشتر بشه فشار زیادتر میشه، وقتی فشار زیادتر بشه آب بیشتر جذب میشه. بنابراین شرایط به حسب زمان متغیره و واسه که توسط فقط معادلات دیفرانسیل هست که حل میشه. این کاری یه آدم مهندسی است. کار طراح تئوری برای جامعه کسی میخواد راه حل بده هم همین هست. واسه که تواند شرایط در نظر بگیره، فرمولی بده که مغلطه نداشته باشه، تضاد نداشته باشه، بتواند کار کند، با شرایط انسانی متناسب باشه. از کردم که یک سیستم باید که اجزایش به هم نیرومند، به هم سلسله مراتب منطقیش محکم باشه تا بتواند کار بکنه. حالا ممکن است که ما بخوایم اساساً در باب یک موضوع مابعد و طبیعی صحبت کنیم که نمیتوانیم با تجربه این رو ثابت کنیم، نه با مشاهده و حس. اما منطق ما باید صحیح باشه. یعنی در باب موضوعات ادبی که ما صحبت میکنیم که کاملا اینا قضاهای عرض میکنم مجرد هستن، انتظایی هستن، اینا هم باید منطقش درست باشه. یک مقاله در باب نمیدونم روح فرض کنیم، این به لحاظ منطق قضیه نباید متضاد باشه و مقالاتات نباید داشته باشد. خیلی مهمه با به قضیه توجه کنیم، بسیار بسیار مهم هست. اگر مغلطه داشته باشه، حتی یک مغلطه در کل قضیه، یه در یک مقاله، ارزشش به همون میزانی که عرض کردم که باد بکنیم توی مشک و عرض میکنم باد 37 درجه و بعد گلی مشک رو بگیریم فشار بدیم به باد خارج کنیم، ارزشش همون قدره، هیچ ارزشی نداره. هوای گرم ما بیرون میدیم و هرچی میشنویم تا 98 درصدش مغلطه است. هرچی آخوندها میگویند توی کتابهای قدیمی نوشتن، اینها همه مغالطات، به جهتی که انسانها جاهل بودند، به این قضایه توجه نداشتند. دلبسته ما بعد و طبیعه و قضایهاش بودند. یکی سمی آمد باهوشتر از بقیه، شروع میکرد به هم بافتن. این همه مغالطاته. به همین دلیل هم هست که در عمل نمیشود از اینها استفاده کرد. کل قضیه، حالا بیرون از این که به یک چیز حقیقی راهبر باشد یا نه، خود قضیه مغالطات داره، تضاد داره، اشتباه داره. باید اینها رو نقد بکنیم. هیچ پدیده در عالم اونقدر مقدس نیست که ما نتوانیم اون رو نقد بکنیم. هیچ پدیده. یک کتابی هست، اولم قسمت میبور اشاره کردم، اولم شکن گمانیک بیچار، که این در روزگار خیلی قدیم نوشته شده. اینا آمده از تضادها و مغالطات این داستان هوا و آدم رو نشان داده. 20 و چند مغلطه در این داستان هست. پیداست کسی که اینا رو مینوشته یک ذهن منطقی، یک دماغ ورزیده‌ای نبوده. اطرافیان هم به همون نسبت پذیرفتن. خدا گفت من شما رو میکنم توی اینجا، نمیدونم از اون درخت نخورید، چرا بدی که فرستن رو گول بزنه، بعدش یه رو میاد زنه میگیره میده اون میخوره، از این داستان بچگانه. حالا اینها بماند، اینها میتولوژی فلان باید کنار قضیه باشه. به همین دلیل هم هست که این همین استیت مدرن اسرائیل ما اینها رو براش کنار، این وسیله اتفاق و اتحاد و هویت کرد، در اونجاست که ارزش پیدا میکنه اینها. نه اینکه ما بیم این رو در جامعه شما کنیم تو سر مردم بزنیم. حالا برای مثال بنده مثلا به عنوان چیز عرض میکنم، یک به عنوان مثال موضوعی که خیلی مطرح هست همین داستان زن در اسلام. شما نگاه کنید زنان 50% جوامع اسلامی فلج هستن. 50% جوامع فلج هم به جهت این که 50% روی هم رفته، 50% جامعه زن، 50% مرده. این 50% بیکار عاطل هستن، اسباب دست هستن،
تولید برای جامعه نمی کنن، گام برای پیشرفت جامعه. و چرا؟ به جهت این که در دین مبین اینا گفتن اینا موجب فسادی هستن. الرجال قوامون علی النساء، یعنی مردها این چارج هستن، به قول انگلیسی زبان ها مسلط هستن بر زنان. بعد این عبارت رو که صادر کرده که چی به چه دلیل؟ به ما فضل الله بعضهم ولا بعض، خب به خاطر که الله بعضی رو به بعضی برتری داده. درست مثل این که به بچه بگی که آقا این کار رو بکن، میگه آقا چی به چه دلیل؟ خب من میگم که نشد دلیل. بعد میبیند که خب این که مغلطه است، بهترش بکنیم. و به ما انفقوا من اموالهم، حالا دلیل برتریش چی هست؟ به خاطر که اینا نفاق بکنن، انفاق میکنن، یعنی خرج زن رو میدن. بنابراین مردان از زنان برتر هستن. شما مغلطه رو ببینید. حالا مثل همون مهندسی که عرض کردم که شرایط رو بایستی به منطق تبدیل کنه و به ریاضیات، شما بیانید به منطق تبدیل کنه. مردان از زنان برتر هستن به جهت اینکه پول دارن یا نیروی اقتصادی دارن. یعنی باید بنویسیم هر کی پول بدهد برتر است، زن پول به مرد میدهد، برابری زن از مرد برتر است. و این مومن فکر نکرده خب حالا اومدیم زن اگر ثروت من بود از بعد انفاق کرد چی میشه؟ مغلطه رو میبینی؟ بعد این معیار شده است، یعنی وضعیت زن رو در تاریخ مشخص کرده تا صبح روز قیام. حالا که پیدا کنم پرتغال فروش هم و چون این حرف رو زده و نوشتن این مطلب رو، حالا میخواد وارد قانون جنایی بکنه این داستان رو. گفتیم که زن مرد از زن برتر است به جهت اینکه انفاق میکنه، پول میده. حالا اومدیم سر موضوع شهادت، اونجا دیگه قضیه بیولوژیکه، از این پول و خرج و زور بازو نیست. قضیه دیگه کشتا میبینه که بیدن این تا بلازه یکی از این شما اونجا گفتی چون اینا پول میدن برترن، پس چرا باید به لحاظ بیولوژی چشماشون نمیستن درقشون کمتر باشه؟ داستان دیگه از مغلطه میگذره دیگه. میبینید که اینها رو خداوند تبارک و تعالی گفته است نمیشه دستش دارد، اصلا دستش ندارید، بکنید در گونی. چه خدایی؟ کدوم خدایی؟ تشکیلات چی؟ کی گفت؟ کی نوشت؟ چی داستان؟ چی آقا؟ مش عرب بودن 1400 سال پیش چی دایی همی کسی نوشته دست اینا؟ اینا رو ما نمیتونیم امروز تو جامعه عمل در بیاریم. ما یه بدبختی ماست، ما یه نکبته. دین از انسان بزرگتر نیست، دین از برای انسانه، انسان برده دین نمیتونه باشه. خیر آقا دستش نزنید، ببرید این را اعدام کنید، بزنید تکفیر کنید. با این مقدس سر ما رو گرم کرد، یعنی باعث بدبختی گرفتاری شد این دین در اروپا، در آسیا. یعنی اگر که فرض فرمایید که این تسلط کلیسا نبوده، این مهملاتی که این آمدن به زور چماق حاکم کردن و اون حکمت اهل مدرسه، ما جایگاهی که امروز به لحاظ تکنولوژی و علم داریم و گسترش معرفت باعثی 1000 سال پیش از این داشتیم. وضعیت جهان امروز باعثی مثل 1000 سال آینده باشه. این نیروی بازدارنده عرض میکنم که دوگماتیک دین بوده در اروپا. اینا رو نوشته بودن، پشتبندش هم حرف ارسطو رو گذاشته بودن.
خب ارسطو حکیم خیلی بزرگی است، راهگشایی کرده، اما بسیاری از سخنانش مغالطه است. همین آقای ارسطو دندونه زنش باز نکرد بهش بره ببینه چی. آقا اینا معتقد بود زن مرد از زن برتر، میگفت زن 28 دندون داره. ما هم در همین بخوام تو واسه بهش چی شد. یا میگفت که فرض فرمایید که عقل انسان در قلب آدمه، اینتلیجنس، اینتلیجنس یا این در توی قلب، چون میتونه دچار عواطف میشه، این قلب آدم تون میزنه. این همین مطلب هم به عربستان اینها رسیده بود، این همین مطلب هم در قرآن. این بالاخره کاروانی ها میمازن این چیزای پراکنده میشود، یا اینکه هر چیزی به اصلش برکرده. نگاه میکردیم مؤمن، نگاه میکردیم سنگ میاد به زمین دور میره به هوا، میگه خب این داره دنبال اصلش میگرده، اونو به دنبال موضوع جاذبه و وزن مخصوص و نمیدونم حرفا که نبود اون روز کار. اتفاقا اهمیت یونانیان هم در همین هست که سبب تحریک فکر شدن و بقیه اومدن دنبال کار اونا رو گرفتن، به معرفت رسیدن. اگه اونا حرفا رو نمیزدن خب هیچی به وجود نمیامد. اما اینا مغالطات بود، خب چون به معرفت حقیقی راهبر نبود. میگو مغز سر بلا خونک کردن خونه، نگاه میکنم میدید چین خوردگی داره و اینا، میدید هر چیز چین خوردگی داشته باشه سطحش بیشتره، وقتی سطح بیشتر باشه حرارت بیشتر میده بیرون. به همین دلیل این دستگاه های شوفاش میبینید که یک سطح زیادی رو جمع میکنه یه جای کوچک، یه جای دیگه هر چیز سطح بیشتر باشه خب این تبادل حرارت بیشتر میشه از سطحه. میگو برای خونک کردن خونه. مقصود این که توجه داشته باشیم این قضایا، مغالطات اینها کاربردی امروز ندارد. اینها رو بایستی به عنوان پشتوانه معنوی و پشتوانه فرهنگی و عرض میکنم موضوع هویت و معنویت محترم داشت. اما اگه اینها رو نوشتیم سر یک چماق و بخوایم در جامعه اینها رو چیز بکنیم، به طور عمل به عمل در بیاوریم، منفجر میشه، خراب میشه. نما اینکه به جامعه اسلامی نگاه بکنید بیچاره ها رو، صد تا مسلمان خوشبخت ما سراغ نداریم آقا در این دنیا، مگر که فرار کنن بیان تو این کشورهای آزاد اینا بتونن به کار رو فرار کنن. تو این جامعه نگاه بکنید اونایی که وضعشون خوبه اونایی که به دیکتاتورها چسبیدن و حالا در دزدی میکنن و اینا، و به طور طبیعی همه فقیر هستن. خب برویم سراغ عرض می شود که امام خمینی و حکومت اسلامی چه شاهکاری کردین. امام خمینی به 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 بله، برای شما یه بخشی رو باز می کنم و می خوانم، فرقی نمی کنه کجا می خوانیم. خب می گوید که مجموعه قانون برای اصلاح جامعه کافی نیست، برای اینکه قانون مایه اصلاح و سعادت و بشریت به قوی اجراییه و موجودی احتیاج دارد. خب درسته، این هیچ مغلطه در این نیست، راست میگه. میگه قانون که نوشتی باید که قانون اجرا بکنه. خب درسته، ببینید عبارت مغلطه نداره، اما بحثش رو ببینید. به همین جهت قرآن متعال بفرماید دروغ از اینجا شروع شد، یک موضوع حقیقی رو مطرح میکنه. سیستم آخونده، سیستم مغالطه‌کاران همه همینجوری، سیستمی که درست و به بوش درست در میاد و منطق انسان میپذیره به میان میندازه، بلافاصله مغلطه رو پشتش وارد میکنه، در سفر اون مغلطه وارد میشه. و همین جهت خداوند متعال اینا رو من همینجوری باز میکنم، فکر نکنید من نشستم منزل اینا رو نمیدونم چی کردم، بعضی وقتا میکنم البته، خب دقیق نگاه، ولی امروز بعضی روزای دیگه بعد میذارم بیارم، فرقی نمیکنه. این کتابای ما از این دست پر مغلطه، هرچیشو باز کنیم فرقی نداره. به همین جهت خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون یعنی احکام شرع، یک حکومت دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. دیگه الان کار رو خداوند متعالی کرد که هر مغلطه ای رو با چماق خداوند تبارک و تعالی بر سر ما بکوبد. از اینجاست خداوند تبارک و تعالی رسول اکرم در رأس تشکیلات اجرایی و اداره جامعه مسلمانان قرار داشت.
علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گذاشته بود تا دولت اسلام را به وجود آورد. در آن زمان مثلا به بیان قانون اکتفا نمی کرد، بلکه در ضمن به اجرای آن می پرداخت، دست می برید، حد می زد، رجم می کرد. به به به، رسول خدا دست می برید، رجم می کرد، حد می زد. رسول خدا سر گردنه می گیره. رسول خدا دست می برید، حد می زد، رجم می کرد. پس از رسول اکرم خلیفه همین وظیفه و مقام دارد. رسول اکرم که خلیفه تعیین کرد فقط برای بیان احکام و احکام نبود، بلکه همچنین برای اجرای احکام و تنفیذ قوانین بود. وظیفه اجرای احکام و برقرار نظامات اسلام بود که تعیین خلیفه را تا حدی مهم گردانیده بود که بدون پیغمبر اکرم رسالت خیش را به اتمام نمی‌رسانید، زیرا مسلمان پس از رسول اکرم نیز به کسی احتیاج داشتند که اجرای قوانین کند، نظامات اسلام را در جهان برقرار گردد تا سعادت دنیا و آخرتشان تأمین بشود. ماشاءالله، سعادت دنیا و آخرتشان تأمین شده. برید آفریقا ببینید، بنگلادش و پاکستان ببینید چه سعادتشان چقدر تنظیم اینا چیزم دارن، مجریان قانون هم دارن. اتفاقا خدا رحم به ملت افغانستان کرد، این بمب افکن‌های آمریکایی عرض می‌کنم که آمدن و این طالبا رو بیرون کردن، وگرنه یک سعادتی در افغانستان امروز جاری بود که بیا و تماشا کن. بله، اصولا قانون نظامات اجتماعی مجری لازم دارد. حالا باز برگشت سر مقلته اول، در همه کشورهای عالم و همیشه اینطور است که قانونگذاری به تنهایی فایده ندارد. قانونگذاری به تنهایی سعادت بشر را تأمین نمی کند. حالا خمینی این رو فهمیده، این مرد مقالط کار فهمیده که 100 سالیست مردم ایران میگویند قانون 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 قانونمندی. حالا از قانون شروع کرده، مقالطاتش رو پشت سپر قانون هی پنهان میکنه. بله، پس از تشریح قانون باعث قوه مجریه بوده. قوه مجریه است که قوانین و احکام دادگاه ها را اجرا میکنه و ثمره قوانین و احکام عادلانه دادگاه را عاید مردم میسازد. و همین جهت اسلام همونطور که قانون گذاری کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. ولی امر متصدی قوه مجریه است. زیرنویس در آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی این مردم از خدا و رسول و اولوالامری که منکم از شماست اطاعت کنید. حالا اینا رو آقای خمینی که نوشته سالها پیش از انقلاب، سالها پیش از انقلاب، اما اون سیستم جاری مملکت فقط زوم کرده بود دوربینش رو رو ملیون و روی نیروی چپ. هیچ نمیره ببینه که آقای آخونده چی میگه. سالها پیش اینا رو بایستی میآوردن روی تلویزیون به بحث میذاشتن. خود آخوندهایی که میآمد، یک آدمی هم که میفهمید اینا مغلطه میکنه، مینشست مردم رو بیدار میکردن. چون مردم ها هیچ شناختی از کسی خمینی رو نمیشناخت، بحثش مطرح نبود. یک کاری کرده بود در همون خرداد 42 اینو تبیید کرده بودن، حرفی از اون نبود. قشتی که او رو میشناختن همین حوزه ها بودن که این خمینی رو میشناختن در خارجه و تبعید و روح الله. اما همون که عرض کردم سیستم محمد رضاشو هم بیچاره مثل هر سیستم استبدادی دیگه، این دیزی که عرض کردم که دیکتاتور سر میکنه دیزی درست کنه و بخارهایی که جمع میشه و میخواد این دیگ رو منفجر کنه، سعی میکنه با کلوف کردن دیوار این دیگ از انفجارش جلوگیری بکنه. اونم من با ضرب چوب و چماق استفاده بود و ساواک و اینها، نمیذاشت کتاب منتشر بشه، نمیذاشت ببینیم چه گفت این خمینی، نمیذاشت ببینن چه گفت اون کتربی یا آخوندزاده یا سایر روشنفکرا. کتاب قدرن، در حالی که باید این کتاب ها در تیراژ های بسیار زیاد چاپ میکنه، بین مردم تقسیم میکنه.
می آمدن به بحث بررسی داشتن مردم رو بیدار میکردن. اینا رو خمینی خیلی دور سال قبل نوشته، سال قبل از انقلاب. بله، حالا اینجا خمینی با این مقدمه‌ای که آغاز کرد، پس این نتیجه رو گرفت که قانون خودش به تنهایی اداره ارزش نیست مگر اینکه مجری داشته باشه، و تشبث کرد در حقیقت به حضرت رسول، که حضرت رسول که قوانین رو می آورد اینها خودش هم مجری بود، رجم میکرد، دست میبرید و اینها. یعنی که وقتی اسم خداوند تبارک و تعالی را آورد اینجا در ارتباط با قانون، معنیش این هست که این چیزهایی که ما داریم خداوند تبارک و تعالی فرستاده و مجری لازم داره. حالا مجری این کی بایستی باشه؟ اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم رو هم آورد، مقدمات رو فراهم میکنه که پس حکومت حق ما آخوندهاست، ما وارثان سنت رسول هستیم. بله، سنت و رضیه پیغمبر اکرم دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است. این اسلام در سیاست مشروعیتش در کشور ما هم وطن از بین رفته بود، مشروعیت یعنی نداشت. به همین دلیل هم هست که میبینیم به چه آسانی این آخوندها سرکوب شدن در دوره مشروطه. مردم نمیخواستن آخوند. بزرگترین اینها رو به دار کشیدن در ملأ عام و مردم کف میزدن. اصلا تصور این که آخوند به قدرت برسه مشروعیتی در ذهن مردم ما نداشت. به اون مثال عرض بکنم، آیت الله کاشانی به لحاظ سوابق مبارزاتیش و اون همون علم آخوندیش و اینها خیلی عظیم و شرمتر بود از این آقای خمینی. خمینی کفش بردار آیت الله کاشانی هم نمیشد. ولی میبینیم در دوره‌ای که عرض میکنم اون دموکراسی در ایران بود و اینها، و این آیت الله کاشانی در مجلس بود و رئیس مجلس بود و غیره و ذالک، در مقابل سیاستمداران بودند عرفی، هرگز این تصور که آخوند کاشانی نخست وزیر بشه اصلا نبود. هرگز کسی تصور نمی‌کرد بشود کاشانی نخست وزیر مملکت بشه. چرا؟ چون آخوند بود، دینی بود، متصور نبود این داستان. این اسلام در مشروعیت برای کارهای سیاسی رو در حوزه دانشگاه و اینا این علی شریعتی آورد، قرآن رو سیاسی کرد و شریعت رو سیاسی کرد و تشیع رو سیاسی کرد که بله اینها واسطی باشد و اینها. اگر هنوز عده‌ای هستن که ریشی دارند و عرض میکنن نشستن دلشون رو به این قضایی خوش کردن و هنوز عرض میکنن که بحث و فحص میکنن و این قرائت و اون قرائت، اینا یادگار اون شریعتی مغالطه کار مردی بود سر تا پات مغلطه. بفرمایید. سنت و رویه پیغمبر اکرم دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است، زیرا اولا خود تشکیل حکومت داد و تاریخ گواهی میدهد که تشکیل حکومت داده و به اجرای قوانین و بقره نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخواسته است. والی به اطراف میفرستاده، به قضاوت مینشسته و قاضی نصب میفرموده، سفرهایی به خارج و نزد رؤسای قبایل و پادشاهان روانه میکرده، معاهده و پیمان جنگ میبسته، جنگ رو فرماندهی میکرده و خلاصه احکام حکومتی را به جریان میانداخته است. ثانیاً برای پس از خود به فرمان خدا تعیین حاکم کرده، به فرمان خدا، خداوند میفرماید. و این بزرگترین مغلطه تاریخ بشره هموطنان. مخصوصا بنده روی قضیه تاکید دارم، بچه های داخل ایران هر کس به خداوند میفرماید داره دروغ میگه، داره مغلطه میکنه، چون نمیداند. ما نمیدانیم ماهیت خدا چیست، چگونه میفرماید، ولی مسلما خدا عرب نیست و عربی هم صحبت نمی‌کنه. هر چی که باشد بنده می‌دونم عرب نیست. تعیین کرده است. اینکه اصلا عرب نیست، امیدوارم به هموطنان گرامی، برادران ما در خوزستان گران نیاد این سخن. شما مشکل تاریخی با این قضیه داریم، هی مجبوریم این کلام رو به کار ببریم. از شما پوزش میخوام برادر عزیز، چون این داستانی که از اونجا آمده و از اون منطقه آمده مشکل امروز ماست. این است که ما مجبور هستیم واژه عرب رو به کار ببریم. خدا نه عربه، نه یهودیه، نه ایرانیه، نه چینیه، نه ژاپنیه، نه بهاییه. ما اساساً از این قضیه اطلاعی نداریم که بخوایم گزارشی بدیم.
خداوند می‌فرماید یک مغلطه بسیار بزرگی است، این باعث گمراهی بشر شده. خداوند می‌فرماید زنان و مردان مسلط به خاطر اینا خرج اونا رو میدن، اینها رو بزنی، و بعد خداوند می‌فرماید که اینها چشاشون نمی‌بینه یا عقلشون کمه. این خلاف عدالت طبیعت خدا نیست؟ که عقل زنها کمتر از مردها باشه، من چیزی مؤثره؟ خلاصه مطلب. بله، سفرا به خارج می‌رفت و قبایل پادشاه رو می‌کرده، معاهده و پیمان جمع می‌بسته، جنگ به فرماندهی می‌کرد و خلاصه احکام حکومتی رو به جریان می‌انداخت. ثانیاً برای پس از خود به فرمان خدا تعیین حاکم کرده است. وقتی خداوند متعال برای جان پس از پیامبر اسلام تعیین حاکم می‌کند، به این معنی است که حکومت پس از رهبر رسول اکرم نیز لازم است، چون رسول اکرم با وصیت خویش فرمان الهی را ابلاغ می‌نماید، ضرورت تشکیل حکومت را نیز می‌رساند. ملاحظه فرمودید؟ من نفهمیدم با وصیت خویش فرمان الهی را به ابلاغ می‌رساند یعنی چی است اساسا؟ یعنی چی؟ خب یک مجموعه صحبت‌های بود، ایشون گفته بودن، عرض می‌کنم که بعد اینا رو جمع‌آوری کردن و چی رو من نفهمیدم منظورش چیه. با وصیت خویش فرمان الهی را ابلاغ می‌نماید، من نفهمیدم چی. ضرورت استمرار اجرای احکام، میگه بدیهی ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست. یعنی آقا اینه که میفرمایید که این چیزا قدیمیه، نه، اینها تا ابد باستی بر جای باشه، تا ابد. حالا این بابا فکر نمی کنه، یعنی شاید هم فکر میکنن یا خونده که آقا شرایط جامعه تغییر میکنه پدر، این قوانین عصر شطور به قول اون دوستمون به درد آدم های عصر موتور نمیخوره. اینا برای انسان عصر شطور بوده، واقعا نگاه کرده به اطراف و متناسب با این مناسبات انسانی که بوده قوانین رو نوشته. قانون هم که نیستن که، یه مش احکام هستن. چه قانونی؟ قانون باید تفسیر بشه، قانون بایستی هزار مرحله بگذرن تا به صورت قانون در بیاره. مش حکمه. قانون کدوم قانون؟ اینا که قانون نیست، یه مش حکمه به یک مش آدم بیابانی. قانون سر و ته داره، قانون مبانیش محکمه، قانون باید تفسیر بشه، تفسیر پذیر باشه. حکایاتش خیلی مفصل تر نیست که ما به اینا بگویم قانون، قانون اسلام. نه عزیزم، اینا حکم استبدادی اسلامه. قانون اینا نیست. گنده میکنن با این یک تبختری میگن قوانین. کدوم قانون؟ اینا شریعته. قانون رو جمعی از قانونگذاران دانا میگذارن، کسانی که مسلط هستن بر قضایای حقوقی جهان. قانون اسلام، هر کسی دزدی کرد مچش را ببرید، این شد قانون. و اگر زنی چنین کرد بیاورید او را نمیدونم با سنگ بکشید، این شد قانون. اسم اینو میزنن قوانین. این توهین به قانون. این حرفا باید مش احکام خشک ظالمانه است، جاهلانه و ظالمانه. امیدوارم این شجاعت در همه ما باشه که بگوییم این احکام جاهلانه و ظالمانه است. همتن تا کی قرار است ما بترسیم؟ از چی میترسیم؟ اصلا قرار چی بشه؟ قرار دنیا واژگون بشه اگه ما نباشیم؟ با خفت و خاری که زندگی ارزشی نداره. بلای به روز ما آوردن فهم. از بام تا شام با خفت و خاری تو همه. موهبتی که فقط به زنان دادن در اینجا این بود است که ببرن در زندان تجاوز کنن، بکشن، عرض بکنن که حلق‌آویز کنن، تجاوز کنن، که چون باکره به بهش کنان میشود باکره نرود. شما فکرشو بکنید، این جنایات ناگفتنی است. انسان خجالت میکشه واقعا اینا رو بنویسه و یا بگه. اینها توهین به کرامت انسانی، توهین به زبان، توهین به زبان فارسی است آوردن این عبارات. حالا ببینیم عملش چقدره. قوانین اسلام،
قانونی نداشت اسلام، یک مش احکام خشک جاهلانه ظالمانه برای یک مش عرب در بیابان 1500 سال پیش. عرض کردم همه ادیان محترمن، به اندازه هم محترمن، اما اگر دینی چماق شد بر سر جامعه و عدالت از جامعه رهبر بست، اصلا بایستی با اون دین مبارزه کرد، مقابلش ایستاد، چون هیچ دینی بزرگتر از انسان نیست. مچ دستش رو ببرید. خب بقیه اون باید چیکار بکنه؟ این مچ دست این رو ببرید. آمدیم یکی از فرط گرسنگی، بدبختی و اضطرار یا اشتباه رفتی دزدی کرد، چون مچ دست اینو میبرید، بعد این آقا باید چیکاره بشه؟ احکام الهی باید چیکار بکنه؟ کسی مچ شما بریدین جد گدایی شاره دیگری داره این آدم یا دزدی با اون دست؟ این شد احکام الهی برای سعادت بشر آمده؟ بدیهی ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم دشوره منحصر و محدود به زمان حضرت نیست و پس از رحلت رسول اکرم نیز ادامه دارد. طبق آیه شریفه احکام اسلام محدود به زمان و مکان نیست. بله آقا آخوندا قربونتون برم دست بردارین از این ماجرا. حتی قوانین متقن نیوتن که مناسبات اجرام رو با هم نشون میده، اینها که این استحکام ریاضی که قوانین نیوتن هست، بشر گمان کرد که حرف آخر زده شد دیگه چیزی بالاتر از این نیست، اصلا در فیزیک بسته شد. تا آمدن و میخواستن محاسبه فشار گاز رو بکنن در یک ظرف بسته، یه قانون نیوتن به کار میبردن، میگم کار نمیکنه، ایداد بیداد. پس چه شد؟ دیدن نه، این قانون یک حدی داره، قانون نیوتن یک حدی داره، تا حد خودش درسته. برای عرض میکنم که دنیای میکروسکوپی یا فوق میکروسکوپی که دنیای اتم ها باشد، قوانین نیوتن ساقط میشه، فرو میره. حالا این آقا میفرماید که اینها محدود، این قوانین، اسمش هم گذاشته قوانین، بله اینا تا ابد باقی و لازم الاجراست. بله برای زمان رسول اکرم نیامده تا پس از اون مطروح شود و دیگر حدود و قصاص یعنی قانون جزای اسلام اجرا نشود یا انواع مالیات ها مقرر گرفته نشود یا دفاع از سرزمین امت اسلام تعطیل گردد. ببینید مغلطه رو ببینید، این دفاع از سرزمین های اسلام رو آورده است که یک مطلب درستی است. هرگز کسی نمیخواد که سرزمین کسی، یعنی همواره مردم از سرزمینشون دفاع میکنن، این قضیه درست رو آورده، پولیس مقالطات هم آورده، یه قضیه هم درست آورده که درستی این و صحت منطقی این اون مقالطات هم بپوشاند. این ربطی به اون نداره آقا، اصلا اشاره می امر نشده که نمیدونم سرزمین های اسلام رو نمیدونم دفاع بکنید یا نکنید در اسلام، چون اسلام موضوعش این نبود، سرزمینی نداشت، چیزی نبود. اینا هم مغلط هست، اینا به هیچ کاری، اینا مهملات، اینا ارزش اینها به اندازه همون بادگر نیست. یا هفتری که تو مشک بکنیم و بیخشو بگیریم هی بزنیم یه ذره ذره رها کنیم، این ارزش همون قدره. ولی مشک گفتن میچیدم بگم شاید شما بخندیم، بد نیست. از میکنم یک دوستی میگفتن ما رفتیم در یک شهری رد میشیم، دیدیم که یک آخوندی یک مشک پرباد دستش میره سر هر این قبر، یک کمی شل میکنی باد خارج میشه سر این قبر و سر اون قبر، سر این قبر. گفتیم آقا داره چی کار میکنه؟ رفتیم پرسیدیم آقا چی کار میکنی شما؟ این باد رها میکنی سر قبر چی کار کنی؟ گفت من پول گرفتم قرآن بخونم برای مرده ها، دیدم خیلی وقت میبره، هی بشینم سر قبر این قبر قرآن بخونم سر قبر، اومدم همه قرآن خوندم باد کردم تو مشک، حالا دارم نتیجهش رو رها میکنم سر قبر اینا که از برکاتش اینا استفاده کنم. ملاحظه میفرمایید؟ علم ببین چی پیشرفتی میکنه، انسان قابل ترقیه نه؟
خب هموطنان گرامی، وقت ما هم تقریبا به پایان رسید. امیدوارم که دنبال مطالب رو بتوانیم هفته آینده دنبال بکنیم و دنبال خواهیم کرد. مشغول نوشتن این داستان مقالات هستم، امیدوارم که بتوانم تمام بکنم، چون اشکالات کار معلوم نمیشه تا زمانی که آدم قلم به دستش بگیره بخواد بنویسه. خواجه ابوالفضل بیهقی میگوید میزان فضل انسان معلوم نیست مگر اینکه قلم به دست بگیره. عرض میکنم که یعنی کار مشکله. از دفتر زنگ زدم خانم هنگامه افشار، گفتن که این مطلب رو برای شما برسانند که در پستخانه برای که اینها رو ببرند به اروپا، این مجلدات تاریخنامه طبری یه سیستمی دارن میگن این بگه، یعنی کل این جعبه رو میذارن توی یک پاکت خیلی بزرگ و میفرستن. چنان اتفاق افتاده است که دو بسته به دست یک هموطن رسیده که یک موردش رو زنگ زدن، گفتن که من از شما خواهش کنم اگر، چون پنج نفر هنوز نگرفتن بعد از یک ماه اندی که این کتاب پست شده، اگر هموطنانی هستن که دو دور گرفتن لطفاً اطلاع بدن. این موضوعی بود که خواستم که منش خدمت شما عرض کنم. بله، سپاسگزاری میکنم از شما هموطنان گرامی. پریسای نازنین برابر رو راهنمایی فنی کردن. تا فردا شب که در خدمت شما به موضوع رضا شاه خواهیم پرداخت، شما رو به خدای بزرگ ایران زمین میسپارم. درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد. Thank you.